یک تن از افراد وابسته به گروه طالبان به اتهام ترور یک کارمند امنیت ملی و یک سرباز پلیس در یک محکمه علنی در شهر فرا محکوم به اعدام شد. این فرد به جرمش در این محکمه اعتراف کرده است. اولین محاکمه علنی فرد وابسته به طالبان مسلح و متهم به ترور در فرا. اینجا محاکمه علنی یک تن از افراد وابسته به گروه طالبان است که به صورت علنی برگزار شده است. محمد قاسم متهم به ترور اسدالله کارمند ریاست امنیت ملی و یک سرباز پلیس ملی در چهارراهی صلح در شهر فرا می باشد. این فرد در این محاکمه به جرمش اعتراف کرده است. رفیق من نصار رفیق تو داشت؟ خب نصار فرار کرد؟ تو زخمی شدی؟ کجا تو خورد؟ همینجا دو ترمانی همینجا خب تو چرا همراه ازی آمدی؟ تو همراه نصار چرا آمدی؟ به داخل شهر؟ ما گفته که کن برای اونسی هر کس که دولت بود که بزنه که تو هم آمدی؟ چرا کسی که به دولت به مسلمان نیست؟ چرا نیست؟ خب چرا میزدی؟ من همارا چیست؟ در این حال طبق قانون این فرد وکیل مدافع دارد و در این محکمه این شخص از او دفاع می کند. سنی هم کمه، امکان دارم 19 باشه اینا. بنابراین از حضور آیت قضایی محترم تقاضا ماندم چون موکل هم سن کمی داشته است و از سوی شخص مذکور به نام برهان زرگه اخبار شده است. دوسیه را به منظور تحقیق بیشتر به مراجع پایین‌تر رئیس محاکمه ابتدایی شهری فرا بعد از شنیدن اعتراف محمد قاسم وی را یکی از عضو فعال طالبان مسلح و قاتل اصلی دو نظامی در داخل شهر فرا شناخته و او را به شد مجازات یعنی اعدام محکوم می کند. در خصوص قضیه ترور افراد و اشخاص دولتی طبق هدایت فقره اول ماده است سوم قانون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نموده و اصدار حکم نمودیم. در این حال نزدیکان افرادی که از سوی امین طالب مسلح کشته شدند از حکم محاکمه ابتدایی راضی‌اند و آنها از محاکمه دوم و سوم نیز خواهان حکم اعدام برای این فرد هستند. ما خواهان ازی هستیم از ارگانهای عدلی و قضایی چون بچه مرحمی تروریست به شهادت رسانده این حکم اعدام ما پیشنهاد میکنم. پلیس ملی از کل امنیت ارگان دولتی که انمیت تروریست ها دستگیر بکنه و چنگ قانون بسپاره اونار به جای برسانه که قانون اونار نابود کنه. در این حال شورای ولایتی فرا از محاکمه کردن طالبان مسلح به طور علنی استقبال می کند. قضا داده چه اغا ما جزا چی ده دی دفار سی چی ده نور سی عبرت سی دی دفار باید فصله ده ایدام ورکه بود. آنگونه که مسئولان امنیتی در فرا می گویند در طی چند سال گذشته صدها تن از افراد وابسته به گروه طالبان به اتهام ترور در این ولایت بازداشت و هم اکنون در زندان به سر می برند.